إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم، إليك أتيت منكسراً منيباً أغبر القدم، إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم. ونور هداك معتصم فعاف النفس من زلل وداوي الروح من سقم وداوي الروح من سقم إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم إليك أتيت منكسرا منيبا أنبر القدم إليك بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما علیه ابراهیم و وعلى ابراهیم اینکه حمید و مجید عرض سلام دارم و و احترام خدمت همیشه شما دوستاران الله متعال و دوستاران حج آرزومندانی که که چشمتون برای دیدن خانه الله بیت الله الحرام لحظه شماری میکنه و قلبتون میتپه از الله متعال برای همه عزیزانی که مشرف به زیارت بیت الله الحرام نشدند از الله متعال تقاضا و رجامندیم که همه این عزیزان رو بارها و بارها نصیب بکنه زیارت بیت الله الحرام رو و همچنین برای کسانی که زیارت کردن بار دیگر و بارها و بارها این سعادت نصیب بشه در ادامه بررسی گذرای آیات مرتبط به حج در کلام الله مجید به سوره حج اشاره کردیم در برنامه گذشته سوره که به نام حج هست سوره که نصف جز از کلام الله مجید رو به خود اختصاص داده در جزء هفدهم بخش پایانی نیمه دوم جزء هم رو به خود اختصاص داده و گفتیم که این سوره از سوره های عجیبی است که هم در مکه نازل شده بخشیش و هم در مدینه هم مکی است هم مدنی هم در روز ناظر شده و هم در شب و هم در سفر و هم در هزار سوره ای که مفاهیم والایی رو در بر گرفته از پنج رکن اساسی اسلام الان خصوص از بین نماز روزه و زکات و حج تنها حج هست که یک سوره رو به خودش اختصاص داده و به نام حج این سوره مسمع شده در سوره مبارکه حج مفاهیم زیادی قرار گرفته و آیاتی که در این مفاهیم وارد شده که بی ارتباط با حج و اهداف حج و حکمت ها و درس های حج نیست که به همراه شما عزیزان از ابتدای سوره آیاتی در این باب رو مرور خواهیم کرد در ابتدای سوره مبارکه حج الله متعال وقتی که این سوره رو آغاز میکنه خطابش به کل انسان هاست الله متعال در ابتدای سوره مبارکه حج این گونه میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها الناس اتقوا ربکم ان زلزله الساعه شيء عظیم ای مردم از پروردگارتون بترسید پرهیز کنید و مواظب باشید از الله متعال بترسید از اینکه شما رو عذاب بکنه از اینکه شما رو مؤاخذه بکنه از اینکه عذابش به سراغ شما بیاد بترسید از الله تعالی که این زلزلت زلت ساعتی عظیم همانا اون زلزله روز قیامت اون لحظه از بین رفتن عالم بسیار عظیمه ابتدای حج سوره مبارک حج با این آیه ارتباط عجیبی داره سوره مبارک حج وقتی که شروع میشه الله تعالی وقتی که درباره حج میخواد در سوره حج سخن بگه اول میاد تمام انسان ها رو خطاب میکنه و می اونها رو از روز قیامت بر پایی روز قیامت روز قیامت اون بخشی که در این دنیا است و از بین میره دنیا کسانی که در دنیا هستن شاهد این صحنه الله تعالی میفهمد اون روز روز خیلی سخت است حج باید ما رو بیاد این روز بندازه حج باید ما رو بیاد این اتفاق بیاندازه اون روزی که الله متعال در آیه بعدی به تصویر میکشه اون رو یوم ترونها تذهل کل مرضعة عما ارضعت اون روزی که وقتی میبینیش تذهل کل مرضعة عما ارضعت غافل میشه فراموش میکنه هر زنی که شیر میده بچه خودش رو از بچه خودش هر زنی که مشغول شیر دادن به یک فرزند است هر مادری که فرزندش رو شیر میده این از شدت حول و ترس اون روز فراموش میکنه بچه خودش رو اون کسی رو که به شیر میده حالا چه انسانی باشه چه حیوانی هر کسی که شیر میده اون کسی رو که شیر میده فراموش میکنه محبت چقدر زیاده بین کسی که شیر میده فرزندی رو ولی این که حتی این فرزند خودش نباشه خانمی که بچه ای رو شیر میده نسبت به اون بچه یک احساس خاصی داره و شرعن هم فرزند حساب میشه برای این زن و این زن مادر اون حساب میشه چون محبت بین مادر و فرزند هست وقتی که شیر میده اون رو الان خصوص وقتی که بچه شیر میخوره از سینه مادرش الله تعالی میفهمد اون روز قیامت انقدر سنگینه انقدر ترسش زیاده که این محبت فراموش میشه بچه رو ول میکنه میره یوم ترونها تذهل کل مرضعت عما ارضعت و تضع کل ذات حمل حملها و هر کسی که صاحب یک حمل در شکم خودش هر جنس ای چه از انسان چه از حیوان که حامله هست از شدت ترس حمل و حمل میکنه و ترا الناس سکارا و تو مردم رو گویی که مست میبینی و ما هم به اینا مست نیستن ولکن نعذب الله شدید اما عذاب الله تعالی خیلی سخته این روز قیامت یک تصویر خیلی مهیب و ترسناک از این روز شدت ترس به حدی میرسه که مادر فرزند رو ول میکنه میره بلش میکنه در حال شیر خوردن میاندازه و فرار میکنه وقتی که این گونه است الان یک آمادگی باید برای این لحظه گرفت انسان ها باید مواظب اون روز باشن نباید فراموش کنن اون روز رو چطور میتونن در فضای داخل خونه این روز رو بیاد بیارن چطور میتونن در کانون گرم خانواده این روز رو بیاد بیارن یک تمرینی باید باشه یک فرصتی باید باشه یک میدانی باید باشه که در دنیا قبل از فرارسیدن این روز بتونن یک گوشه از این شدت رو از این سختی رو درکش کنن با دور شدن از خانه و خانواده با دور شدن از فرزند با درکندن از فضایی که عادت کردن با تحمل سختی ها و مشقات با شدت شلوغی با گرما و سرما با گرسنگی و تشنگی با مجبور شدن به پایبندی به یک نظم خاص حج گوشه ای از این وضعیت رو به تصویر میکشه در حج ما وقتی که حاجی حرکت میکنه و کفن میپوشه خود همین پوشیدن احرام خودش قدم اوله و آمادگی برای این کار یعنی من الان آماده شدم برای رفتن برای اون روز برای اون روز قیامت برای اون روزی که خیلی سخته برای اون روزی که انسان مجبور میشه از شدت ترسش ول بکنه خانواده رو الان من با اختیار ول کردم با اختیار رها کردم تا اگر اون روز رسید من اونجا دیگه حداقل در قیامت بعد از قیامت ضرر نکرده باشم بدونم که حساب کتابی هست بدونم که اینکه تازه این طرفش هست در این دنیاست اون دنیا خیلی سختتر حکایت حج سختی های حج شلوغی حج اون مشکلاتی که هست اون وضعیتی که انسان داره در مشاعر در عرفات در راه رفتن به مزدلفه در مزدلفه در خارج شدن به سمت منا در جمرات در رفتن برای تواف در شروقی های کنار کعبه در تواف همه اینها این شروقی ها این شدت این زحمت این خستگی یک بخشی از این درس قیامت رو برای ما تکرار میکنه ما رو بیاد اون میندازه حداقل ما رو از اون حالت زندگی عادی خودمون میکشه بیرون وضعیت زندگی عادی ما رو دگرگون میکنه یک تمرین جدیده یک شکل سبک جدید از زندگی این یک فرصت ابتدای سوره حج با آیات قیامت شروع میشه کسی که در حج شرکت میکنه باید وقتی کفن میپوشه بیاد قیامت باشه اصلا خود احرام پوشیدن حکایتش همینه وقتی احرام انسان میپوشه تا بیاد قیامت بیفته تا بیاد مرگ بیفته تا بیاد حساب کتاب بیفته تا بیاد گذشته و آینده ها باشه تا درس بگیره که گذشته ها کسانی که قبل از ما از دنیا رفتن در وضعیتشون چیه اون روزی که کفن میپوشوند عزیزانش رو رفتگانش رو الان خودش میپوشه کفن رو تا احساس بکنه که چگونه است رفتن یک روز کفن واقعی رو دیگران به تنش میکنن الان اینجا اختیاریه در حج کفر پوشیدنش اختیاریه درکندن از خانواده اختیاریه رفتن به حج اختیاریه اما در مرگ اجباریه در قیامت اجباریه این اختیار یک تمرینی برای آمادگی به اون اجبار در ادامه الله متعال باز در آیات پنجم و ششم و هفتم بعد از قسمت دوم این تصویر قیامت رو معرفی میکنه برای ما این بخش اولشه یک تصویر قیامت از این طرف داره از این دنیا کسانی که در این دنیا هستن و یک تصویر اون طرف داره کسانی که رفتن و بقیه ای که به اونها ملحق میشن اول کل کائنات از بین میره و بعدش دوباره شروع میشه در آیه پنجم باز دوباره الله تعالی خطاب به تمامی مردم مثل آیه اول یا ایوهن ناس باز این تعبیر تکرار میشه یا ای این ان کنتم فی ریب من البعث اگه شما در شکید از برانگیخته شدن روز قیامت که دوباره شما برانگیخته میشید که دوباره شما در یک عالم دیگه دنیای دیگه, دیگه, دیگه هشت میشید ان کنتم فی ریب من البعث فانا خلقناکم من تراب من الله با عظمت شما رو از خاک آفریدم این خاک رو یادتون باشه که شما از این خاکید وقتی از این خاکید دوباره به این خاک برمیگردید دوباره از همین خاک میاد بیرون در حج انسان وقتی که حرکت میکنه در مشاعر این معنا رو بیشتر درک میکنه خاکی بودن رو از خاک بودن رو ارتباط با خاک رو کسی که شاید هیچ وقت در زندگی لباسش به غبار و گردی آلوده نشده حتی در حج امکان نداره که این اتفاق نیفته شلوغی جمعیت محدوده مکانی معین و مشخص و محدود وقتی که انسان حرکت میکنه بعد از دو روز غالبا یک روز حتی وقتی که حجاج از عرفات خارج میشن میرن به سمت مزدلفه در مزدلفه به صورت خصوص اون شبی که انسان تمرین میکنه برای این فرصت اون حرکتی که از عرفات جمعیتی که از عرفات حرکت میکنن صبحش از منار افتادن رفتن عرفات از عرفات روزش وقتی که روز عرفات پایان میرسه انگار که روز زندگی دنیا تموم شد با غروب عرفات انگار که عمر انسان در دنیا غروب کرد و این انسانی که کفن پوشیده الان در اون شب تاریکی که حرکت میکنه با سمت مزدلفه انگار که داره تجربه میکنه اون دوران برزخ بین دنیا و آخرت رو بین روز عرفه و روز اید رو این شب بین عرفه و اید شب دهم ده شب اید قربان این شب تمرینیه واسه دوران قبر با کفن غبارالود خاکی حرکت میکنه انسان میره وقتی که میره وارد مزدلفه میشه در مزدلفه غالبا وقتی که میخوابن اکثرا روی زمین خوابیدن اکثرا روی زمین خوابیدن نهایتش اینه که یک ملافه ای یک پارچه زیر خودشون میاندازن بعضی کمی هم گیرشون نمیاد با همون احرام خودشون میخوابن وقتی که بیدار میشه احرام پر از خاک قبارالود خاکی سر و به هم ریخته این تمرینه این یک فرصت برای تمرین این یک درسی از هشت روز قیامت اون روزی که انسان لخت و اوریان خاکالود از داخل خاک میاد بیرون الان اینجا باید با این خاک عادت کنه باید با این خاک آشنا بشه باید امشب روی با این خاک بخوابه استراحت کنه تا صبح نمیتونم استراحت نکنه فردا روزش تا شب مشغول عبادت و از این طرف به اون طرف از این طرف به اون طرف غالبا شب مزدرفه همه میخوابن حداقل اگه همش رو نخوابن یک بخشش رو میخوابن چنان خستگی حکم فرماست چنان خسته شدن که راحت میخوابن وقتی که انسان بیدار میشه صبح مزدرفه با اون صدای اذان معنای خاکی بودن رو کاملا درک میکنه میبینه کلا در لباسش در سر و در وضعیتش اون خاک که روش خوابیده بود تا از هم همین سنگ ها هم بعضی ها از همونجا سنگ جمع میکنن برای جمرات و ریگ هایی رو برای خودشون میارن داخل خاک ها میگردن میگردن ارتباط پیدا میکنه انسان با خاک یا ای الناس این کنتم فی ریب من البعث اگه شما در شکید از دوباره برانگیخته شدن فا این خلق من این تراب من الله با عظمت شما رو از خاک درست کردم از خاک آفریدم حج ما رو با این حقیقت آشنا میکنه خاکی بودن خاکی شدن تواضع یاد میده به ما افتادگی یاد میده به انسان انسان در مزدرفه و در حج باید خاکی بشه هم در ظاهرش هم در باطنش انسان باید تواضع یاد بگیره انسان باید افتادگی یاد بگیره انسان باید کرنش بکنه انسان نباید تکبر بکنه انسان نباید وقتی که روی زمین را میره ولا تمشی علی الارض مرحا روی زمین نباید با غرور را بری نباید مشت بکوبی با لگد محکم روی زمین با تکبر تو خودت مال همین خاکی از همین خاکی دوباره میره روی همین زمین داخل همین زمین این را انسان یاد میگیره که چگونه از خاک آفریده شد در آیه پنجم الله متعال به تفسیر صحبت میکنه درباره منکرین خلقت منکرین دوباره برانگیخته شدن و شکل خلقت انسان که چگونه خلق شده میفهمد من شما را از خاک کافریدم سپس شما را یک نطفه قرار دادم سپس این نطفه رو یک گوشت یک خون جامد قرار دادم خون لخته شده ای سپس این خون لخته شده رو من یک گوشتی که شکلی داره یک کوچیک انسان بچه های کوچولویی که داخل شیشه های آزمایشگاهی احیانا میبینیم اونهایی که سخت شدن جنین هایی که سخت شده و بعد از اون شما رو دوباره در رحم قرار دادم تو اون لحظه که من میخواستم بعد از اون شما رو تفلی کردم بعد از اینکه تفلی شدید شما دوباره رشد کردید به یک مرحله از عمر رسیدید برخی از شما در همون ابتدا از دنیا رفتید برخی از شما رسیدید تا پایان عمر به مرحله پیری و فرتوتی که بعد از اون همه چی رو فراموشی رسید حتی حافظتون از بس پیر شدید که چی میدونستید دوباره از یادتون رفت و همون گونه که در آخر آیه میفرماید آیه پنجم و تر الارض حمیدتن این زمین خشک رو جامد میبینی خشکش میبینی این زمین رو تو خشک میبینی فاذا انزلنا عليها الماء اهتزت و وقتی که من این روی بارون می این بارون میبارونم این رشد میکنه حرکت میکنه پف میکنه زمین و و انبتت من کل زوج بهیج بعد از همین گیاه میاد بیرون سبزه میاد بیرون سرسبز میشه این زمین همینطور که من این زمین مرده رو دوباره زنده می کنم نگاه کن به این زمین ببین چطور زنده میشه این زمین خوش شما رو هم دوباره زنده می کنم حج هم انسان رو بیاد دوباره زنده شدن میندازه هم خود دل مرده رو زنده میکنه دل مرده در حج نرم میشه مثل این زمینی که سفت بوده و سخت بوده رحمت های الهی برش نازل میشه شکوفه میده این دل این دل رشد میکنه این دل سبز میشه این دل یک تولد دیگه براش پیدا میشه همه این مفاهیم رو فقط به صورت گذرا داریم رد میشیم بلکه هر کدوم از این آیات رو باید نشست و دربارش ساعت ها صحبت کرد همه این مفاهیم در حج قابل مشاهده است و باید باشه وقتی سوره که حج رو الله متعال با این آیات آغاز میکنه سوره ای که به نام حجه به جای اینکه از حج شروع بشه به جای اینکه از حکم حج گفته بشه به جای اینکه درباره حتی مکه و کعبه صحبت بشه مستقیم الله متا دوار قیامت صحبت میکن چون دید انسان مسلمان در دنیا همیشه باید این باشه انسان مسافر همیشه باید دیدش به مقصد باشه مسلمان در دنیا مسافره همیشه باید بیاد مقصدش باشه کسی که در حج حرکت میکنه سفر حج حرکت میکنه مقصدش رضایت الله تعالی است مقصدش رسیدن به الله تعالی است کفن میپوشه کجا داره میره مقصدش نیست که فقط بره اونجا و برگره بس بگن حاجی نه مقصدش اینه که خودش رو آماده کنه برای سفر آخرت برای قیامت برای این روز ان زلزله الساعه شیء عظیم برای این بر خودش رو آماده بکنه که اون لحظه از دنیا میره برای اون لحظه بعد خودش رو آماده بکنه که دوباره برانگیخته میشه ذلک بان الله هو الحق درایش شما الله متعال سوره حج که این به این خاطر که الله تعالی حق و حقیقت و انه یحی الموت و انه علی کل شیء قدیر دوباره شما رو زنده میکنه و به هر چیز قادر خود خواب برادر مرگ یا بعضی میگن خواهر مرگ خواب نوعی از مرگ تجربه مرگ انسان گویی که میمیره خود همین خواب و دوباره زنده شدن خودش باید انسان رو بیاد مرگ بیاندازه وقتی که میخوابی روی خاک در مزدلفه و دوباره بیدار میشی و حتی شبش در منا شبهایی که در منام میخواب انسان و بیدار میشه اینو بعد درس عبرتی برات باشه که در قبرم وقتی داخل خاک خوابیدی روی خاک داخل خاک دوباره بیدار میشه دوباره بیدار میشه و ان ساعت آتیت لا ریب فیها قیامت میاد اشک درش نیست و ان الله یبعث من فی القبور باید به این یقین برسی باید با این کفنی که پوشیدی این احرام باید تو رو به این نکته برسونه باید این رو در وجودت اون لحظه ها و اون روزهایی که هر روز کفن پوشی تو مراسم حج حداقل چهار پنج روزی که هستی حالا چه قبلش چه بعدش در سفر و عمره این باید تو رو به این یاد باید بیاد این صحنه ها این کفنی که پوشیدی تو رو باید بیاد مرگ بندازه باید تو با این کفن عادت کنی هر وقت این کفن رو میبینی باید بیاد مرگ باشی باید بیاد این باشه که تو میمیری باید بیاد این باشه که یک روزی تو میری داخل قبر باید بیاد این باشه که یک روزی دوباره بلند میشیم باید بیاد این حقیقت بیفتی حج باید این احساس رو در وجود ما ایجاد کنه این تمرینه برای حج الله متعال چرا با این آیات شروع میکنه سوره حج رو چون این از اون اهداف اصلیه هدف اصلی اینه که آقا تو مال این دنیا نیستی اصلا تو کفن پوشی آماده ای هر لحظه امکان داره از این دنیا بری باید زندگی اینطوری باشه باید هر لحظه کفنت بتانت باشه باید مواظب باشی وقتی که احرام میپوشه انسان یک سری مواردی که براش حلال هست را انجام نمیده محضورات ما بهش میگیم بعد تویی که آماده مرگی تویی که همیشه کفن میپوشی برای رفتن یک سری مواردی رو رعایت کنی نباید هر کاری انجام بدی چون تو هر لحظه امکان داره بری تو مسافری هر لحظه باید کفن پوش باشی هر لحظه بعد وقتی که احرام پوشیدی مثل احرام باید مواظب خودت باشی هر کاری انجام ندی چش گوشت نجام به دستت این بر نره زبان تو کنترل بکنی ذکر الله تعالی یادت نره هدف یادت نره مسیرت یادت نره بعد یادت نره که تو دوباره میری داخل قبر بلند میشی و دوباره به محضر الله متعال حاضر میشی این آیات اولین آیات مبارکه حج هست و اولین درس هایی که حاجی باید در مراسم حج مد نظرش باش اجازه بدید تا در برنامه بعد ادامه بدیم همینطور به صورت گذرا نظر انداختن بر آیت سوری مبارکه حج رو و درس هایی که مرتبط هست بین این آیات و حج انشاءالله که الله مطال نصیب همه ما و شما و همه دوستاران حج بکنه سفر حج رو بارها و بارها تا به صورت عملی بتونیم این درس ها رو در زندگی خودمون تجربه بکنیم و الله تعالی رو خواهانیم تا تمام عزیزانی رو که مشتاق هستن به حرمین شریفین بارها و بارها نصیبشون بکنه که حرمین شریفین رو زیارت بکنن تشکر میکنم از اینکه تا این لحظه برنامه خودتون یاری کردید و تا برنامه بعد همه شما عزیزان رو الله یار و رب البيت منيبا أنبر القدم إلهي واسع الكرم ورب البيت و